سلام رفقای باحال و باصفا، امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستید شاد و سلامت با ثروتی کافی و وافی و پر از اهداف بزرگ باشید. رفقا بعد از دیدن این ویدیو از کمپانی بزرگ زررق به راحتی تمام فوت و فنهای پیر کردن و نگهداری شراب رو یاد میگیرید. حتی از این راه میتونید درآمدهای خیلی بالایی به دست بیارید. شرابی که با آموزش‌های توی این ویدیو پیر میکنید دقیقاً میشه مثل همون شرابی که اون رفیقت بود رفته بود عروسی براتون تعریف میکرد که صاحب عروسی یه شراب گذاشته بود 25 سال پیش موقع تولد بچه‌ش، که الان که عروسی اون بچه‌شه اون شراب آورده فقط هم گذاشته جلوی همون رفیقت. بعد اون شرابه مثل ژله بوده، یادتون باشه ژله رو با قاشق خورده، یه قاشق خورده دیگه چی هم یادش نیست. این شرابی که میخوایم درست کنیم دقیقاً میشه مثل همون شرابی که اون رفیقاتون براتون تعریف کردنیم. آقا جنگی بریم سراغ ویدیو. اصل اولی که باید تو پیر کردن شراب بهش دقت بکنیم اینه که قبول کنیم تمام انگورهای دنیا قابل پیر شدن نیست. در واقع به گفته کارشناسا فقط 5-10% از شرابهای انگور تو دنیا بعد از یک سال بهبود پیدا میکنن و فقط 1% از این 10% بعد از 5-10 سال باز هم بهتر میشن. و خوشبختانه با خوشحالی تمام باید بگم که تو کشور ما هم اون 1% انگوری که توانایی داره بعد از 10 سال بهتر بشه وجود داره. اگر گفتید اون انگور چیه، یک جوایز ارزنده و نفیس بهتون میدم، توی کامنت برای من بنویسید. ولی کلن تمام انگورای دنیا، یعنی همون انگور آشغالی هم که هست، اگر شرابش بکنی بذاری 6 ماه بمونه، اون 6 ماه بعد یه مقدار بهتر میشه تا اینکه همین بلافاصله بعد از شراب شدن مصرفش کنی. ولی دیگه بعد از 6 ماه بعدش دیگه هیچ اتفاقی براش نمیفته. خب آقا حالا مثلا شرابمون رو داریم، انگورمون رو تهیه کردیم. یه شراب من بهتون یاد داده بودم چند وقت پیش، اون خیلی عالیه، اونو بگیرید درست بکنید با یه انگور درست حسابی که حالا بعدم بهتون میگم چه انگور استفاده بکنید. حالا این شرابو میخوایم کهنه کنیم. اولین نکته اینه که کل شراباتونو توی بطری نذارید پیر بشه. مثلا 5 لیتر شراب دارید، اونا رو توی شیشه یا بطری 5 لیتری نذارید. اونو 5-1 لیتری بکنید. یا مثلا یه بطری درجه 1 بزرگ بذارید، چند تا بطری کوچیک بذارید کنارش باشه. حالا علتش هم اینه که بتونید تو تاریخ‌های مختلف اون شرابو بچشید ببینید اوج تغییرش کجاست که دیگه بعد از اون برش دارید. مثال میزنم، هر 6 ماه هر 1 سال معمولا شرابو تست میکنن که ببینن اوج تغییرش کجاست تو بهتر شدن. این تنها راهیه که میتونی بفهمی شرابت رو به بهبود داره پیر میشه یا نه. حالا شاید برات سوال پیش اومده، حاج آقا مسئله‌تو شراب سفید هم میتونیم مثل شراب قرمز پیر بکنیم؟ ببینید شرابای قرمز برای کهنه کردن بهترن. اونا رو به راحتی میتونید از وقتی که میسازید بین 2-10 سال خیلی راحت همجوری بندازید یه گوشه. ولی در حالی که شرابای سفید معمولاً نهایتاً تا 3 سال بتونید نگهداری کنید. بعدمون دیگه باید مصرف بشه. اصلا هیچ تغییری رو به بهبود توشون ایجاد نمیشه. البته ممکنه استثناهایی هم وجود داشته باشه. حالا خیلی ها هستن شراب گذاشتن و سوالشون اینه که آقا ما شراب گذاشتیم پیر بشه، بعد از 1-2 سال رنگش کمرنگ شده، رو به صورتی رفته. اینجا میرسیم به همون صحبت اول من که گفتم هر 6 ماه باید شراب کنترل بشه، که احتمالاً اینا از همون دسته انگورهای معمولی هستن و قابل پیر شدن به اون صورت نیستن و بعد از 6 ماه 7 ماه دیگه باید مصرف بشن، مگر نه کیفیتشون رو از دست میدن. حالا که از رنگ چه هستن، تنها چیزی که توشون ثابت میمونه مقدار الکلش. خب این بود از انگور. حالا انگورمون رو شرابش گرفتیم، آماده است، منم این کار کردم، میخوام بطری بکنم و بعدش بذارم بطری کهنه بشه. چیکار باید بکنم؟ اولین کار اینه که شرابمون رو تو بطری شیشه‌ای بریزیم. بطری شیشه‌ای اگر ندارید میتونید تو این بشکه‌های چوبی بذارید که خیلی سخت پیدا میشه. ولی به هر حال من بطری شیشه‌ای رو انتخاب میکنم، شرابم رو توش میریزم و میام در پوش براش تعبیه میکنم. خیلی ها هستن میان تو بطری پلاستیکی که اصلا توصیه نمیکنم، میان میریزن توی بطری شیشه‌ای ولی دربش رو از همین دربای راحت بازشو به اصطلاح میگیم، از همین دربای پلاستیکی معمولی روش میذارن که اصلا درست نیست. شراب برای اینکه تغییر بکنه حتما باید دربش چوبی باشه، دربش چوب پنبه‌ای باشه، از همینایی که ما داریم باشه، یا در نهایت دربش از جنس چوب باشه. به هیچ عنوان از درب پلاستیکی و نمیدونم سلیفون بکشیم و با نوار چسب پلمش بکنیم، این داستانا اصلا جواب نمیده. شراب هیچ تغییری نمیکنه. درب شراب حتما باید چوبی یا چوب پنبه‌ای باشه. تو ایران هم بطریش هست، هم اون درپوش چوب پنبه‌ای که برای بستنش احتمالاً به دستگاه احتیاج دارید. میگید این درپوشای چوبی تهیه کردنش برامون سخته، دستگاه میخواد، نداریم.
خب من یه راه دیگر رو بهتون پیشنهاد میکنم. میتونید برید تو این خراتی ها اصلا با دستگاه چوبا رو گرد میکنم، برید ازشون بخواید که یه از این چوبای حالت مخروطی براتون درست بکنه که با زاویه بسیار کم. اونو بگیرید توی درب بطریتون فشار بدید، میمونه و دیگه کارش اوکی میشه. 100% براتون سوال پیش اومده که چرا باید دربش چوبی باشه. ببینید این بطری ها وقتی میخوان پیر بشن باید بطری رو خابیده گذاشت که رطوبت داخل یعنی اون مایع شراب اون چوب رو خیس میکنه، با بیرون یه ارتباط ریزی پیدا میکنه، از بیرون میتونه اکسیژن بگیره، اون اکسیژن باعث تغییر ماهیت شراب میشه، در واقع شراب میتونه تغییر حالت بده، در واقع شراب یه موجود زنده است، نیاز به اکسیژن داره، از این راه اکسیژنشو تامین میکنه و تغییر پیدا میکنه در دراز مدت. حالا میگید که ما چوب پنبه رو تهیه کردیم ولی دستگاهش رو نمیخوایم بگیریم، راهی سراغ داری که بتونیم این چوب پنبه رو فرو کنیم تو بطری؟ بله دوستان، راههای توش کردن زیاده. اول باید دقت بکنید که شراب رو چه مقدار توی بطری بریزید. بطری باید به مقداری پر بشه که منهای چوب پنبه حدود 2 سانت فضای خالی بمونه. بعد چوب پنبه رو بذارید روش و با کف دست یه مقداری هل بدید داخل. چون این چوب پنبه قبلا استفاده شده اولش راحت میره ولی این تهش یه مقدار سخته. خب تا نصفه فرو کردید، حالا برای اینکه بقیه‌اش هم بتونیم فرو کنیم باید بطری رو برگردونیم. حالا با رعایت حفظ تعادل خیلی آروم فشار بدید، آروم آروم، که اون چوب پنبه کم کم بره داخل. این کار برای یکی دو تا بطری یا نهایتاً 3-4 تا بطری جوابه، ولی اگه تعداد بطری‌ها زیاد بشه واقعاً کار خیلی سختیه. خب من اومدم بطری کاملا بدم داخل، با یه چوب پنبه دیگه اینو فرو کردم، یه مقدار 2-3 میلیمتر بیشتر رفت داخل که اونقدر مهم نیست، یعنی اتفاق بدی پیش نمیاد با این کار. خب تا اینجا کار بطری کردن که یکی از مراحل اصلی بود رو انجام دادیم، حالا وقت اینه که ببینیم کجا میتونیم این شراب رو نگهداری بکنیم. بزن بریم. خب فرض رو بر این میذاریم که میخوایم این شراب رو زیر زمین جال بکنیم. تا این قبر آماده بشه بهتون بگم که شراب رو باید داخل یه همچین باکسی بذارید. این باکس ها هم کمک میکنه که شراب فضا داشته باشه برای تنفس، همین که اون سرماگرما خیلی بهش نمیرسه دیگه، در واقع حکم عایق رو داره. و نکته بسیار مهم اینه که مقدار رطوبت حتما باید حدود 70% باشه. بنابراین زیر زمین شرایط کنترل رطوبت به نظر من خیلی سخته و من این کارو اصولی نمیدونم. به نظر من بهترین جا میتونه زیر زمین توی خونه باشه که هر از گاهی بشه رفت دیدش، کنترلش کرد، هوا رو تهویهشو انجام داد، رطوبتشو کنترل کرد. در نتیجه من این کارو منطقی نمیدونم و انجام نمیدم. رفقا من شرابمو برداشتم و تصمیم گرفتم بذارم توی انباریمون. به نظرم این انبارمون از هر لحاظ مناسبه، هم تاریکه، هم خنکه، هم مرطوبه، در دیوارش همش از رطوبت ریخته، هم در و پیکر مناسب داره، میشه داخلش تهویه درست حسابی انجام داد، پنجره‌ای به اون صورت نداره، یکی دو تا کوچیکون بالا داره، یه دونه این ور یه دونه اون ور که اونم حالا میتونم بپوشونمش. الان بهترین جایی که از نظر من مناسبه همین توی این جعبه جاروبرقیه. نگاه کنید قشنگ اینجا انگار برای همین شراب تعبیه شده. یه نکته اساسی هم تو آخرین مرحله باید بهتون بگم اینه که موقعی که شراب میخواید اینجوری مثل من ثابت نگه دارید، این برچسبی اگر روی شیشه وجود داره باید برچسب به سمت شما باشه، یعنی شما برچسب رو ببینید، قسمت خالی بطری پایین بمونه. علتش هم اینه بعد از مدتی اگر خواستید شیشه رو تکون بدید و حالا به هر حال کنترل کنید، رسوبات رو اون زیر بتونید ببینید و پیگیرش باشید. بازم تکرار میکنم، محیط باید تاریک و بدون بو باشه. مثلا توی آشپزخونه هرگز، توی گاراژ و پارکینگی که ماشین یا وسیله نقلیتون رو تعمیر میکنید احتمالاً بوی بنزین و روغن بده، هرگز. در کل محیط باید تاریک، بدون بو و با رطوبت حدود 70%. علت وجود رطوبت هم اینه که اون چوب پنبه خشک نشه و احتمالاً هوا نکشه که شراب خراب بشه. و تمام سعیتون رو بکنید که تو این مدت شراب ثابت بمونه. یه جای ویدیو هم گفتم که میتونید با این کار درآمد کسب بکنید. روی صحبتم دوستان خارج نشینه. ببینید رفقا، تو تمام مشروب فروشی ها
شراب هایی که قابلیت کهنه شدن و پیر شدن رو دارن وجود داره. نشونه اکثرشون هم وجود چوب پنبه و درج تاریخ تولیدشون. اگه یه مقدار اطلاعات شنگولی منگولی آب شنگولی داشته باشید میدونید که برند شیراز، یعنی همون شراب شیراز که در اصل هم شراب خود شهر شیرازه که الان رسیده به همین شراب شیراز همه جا تولید میشه، قابلیت این رو داره که تا 14 سال پیر بشه و بعد از 14 سال قیمتش میتونه چندین برابر بشه. حالا من راجع به شراب شیراز اینو میگم، برندهای مختلف هست تو همین مشروب فروشی، شما یه سرچ ساده هم تو گوگل بکنید که چه برندهای قابلیت پیر شدن دارد، میتونید برید توی مشروب فروشی ببینید روشون تاریخاشون رو ببینید، بر اون اساس حالا چند بطری میخواید بگیرید و بذارید یه گوشه بمونه 10 سال دیگه بردارید. الان اینجا این شراب ها رو ببینید، شراب های سفید هم با درپای آسانباز چوب استلا، از این درپای فلزی چوب پنبه نیستش. اگه روی این برچسبشون رو بخونیم هیچ تاریخی نمیبینیم، اما دقیقا کنار همین بطری میبینیم که هم دربش چوب پنبهیه هم زیرش تاریخ 2021 درج شده. به هر حال اگر اصول پیر کردن شراب رو رعایت بکنید میتونید در دراز مدت از این روش هم درآمد کسب بکنید. امیدوارم بتونید یه شراب درجه یک پیر بکنید و موقع باز کردنش خاطرات قدیمتون رو زنده کنید.